امروزه در شیعه بسیاری از مسائل و سنن برخلاف سنت رسول خدا داره انجام میشه. مسئله اربعین سابقه نداره. 265 سال، بیش از 265 سال دوران امامت ائمه علیهم السلام بود. یک مورد آیا در روایات داریم ائمه گفته باشن برای مرده هاتون اربعین بگیرید؟ آقا 265 سال یه هفته و یک ماه نیست، بیش از دو قرن و نیم دوران خلافت ائمه علیهم السلام بوده، خلافت الهی اونها بوده. یک مورد داریم امام رضا به کسی فرموده باشه برو واسه پدر اربعین بگیر؟ هر روزم یکی میمرده دیگه، مسئله مرگ و میر هر روز بوده، یا یکی خالش میمرده، عمش میمرده، از اصحاب میمردن، پدرش میمرده، این چی نبوده که هر 100 سالی بگذره یکی بمیره. مبتلا بهترین مسئله در زمان ائمه علیهم السلام همین مسئله مرگ و میر بوده. افراد فوت میکردن، از اصحاب فوت میکردن، نه تنها برای خود ائمه علیهم السلام، برای خود اصحاب. یک مورد داریم ائمه گفتن برای پدر ما اربعین بگیرید. موسی بن جعفر فرموده باشد که برای پدرم امام صادق اربعین بگیریم. میخوایم علی سر اربعین بوده؟ برای امیرالمومنین بوده؟ برای خود رسول خدا بوده؟ کجا بوده؟ پس ما این از کجا در آوردیم اربعین؟ برای چی آخه؟ اگر یک شخص از مخالفین ما، از برادران اهل سنت بیاد بگه این مجالسی که شما تشکیل میدید به گفته خودتون آیا در کتب اهل بیتتون هست یا نه، چی جوابی ما داریم بدیم؟ میگیم خب به خاطر طلب رجا است و به خاطر ثوابه. میگه خب فرضون 70 روز بگیرید، چون میخواد تو 40 بگیرید، سر 20 روز بگیرید. پس بنابراین مسئله 40 فقط اختصاص به سید الشهدا داره. رسول خدا فرمودند 3 روز ترحیم و سلام. پدر ما فرمودند چون رسول خدا فرموده و سنت بر 3 روز است، شما هم برای من 3 روز باید بگیرید، اونم در منزل. و در خصوص 40 هم فرمودند این بدعت است و جایز نیست کسی این کار رو انجام بده. ما هم نگرفتیم. بله، اگر که متوجه شدین که حتما هم شدین، در حقیقت اربعین یک دکانی است که برای خود این آخوندها نوندونی هست، یک دکان سنبش هست که البته این آخوند در حقیقت به بخت خودش لغت میزنه، به خاطر اینکه این مطلبی که میگه مسلماً مخالف نظریات خامنه ایه و خامنه ای در حقیقت در حدود 25 سال گذشته اربعین رو علم کردن و اون هم در حقیقت مسئلهش سیاسی هست. دو نظر سیاسی هست. یک اینکه میخوان که یک رقابتی بین زوار مکه داشته باشن و با اونا رقابت بکنن، که الان گفته میشه که البته مشخص کردنش خیلی مشکل نیست، بعد از دولت عراق پرسش کرد، میگن 30 میلیون برای زیارت رفتن به کربلا، که البته میگن بین 2 میلیون تا 5 میلیون خود جمهوری اسلامی اختلاف نظر داره، بین 2 میلیون تا 5 میلیون یعنی 3 میلیون اختلاف داره، ولی آماری که خود عراق میده، قسمت ورودی عراق میده، میگن حدود زیر 2 میلیون بوده، ولی اینا اگزاجره میکنن، فوقلاده زیاد میبرنش بالا مثل کارهای دیگه، میگن 5 میلیون. حالا موضوع اینه که از زمانی که میخواستن رقابت بکنن با عربستان سعودی، چون همیشه اینا معتقد بودن، یعنی از زمان خمینی معتقد بودن که عرب‌ها، عربستان، خانواده سعودی لیاقت پرده‌داری کعبه رو نداشتن، بنابراین ما باید اونو ازشون بگیریم. حالا که نمیتونن بگیرن، میخوان که اون اهمیت کعبه رو با آوردن حسین و امام حسین و در کربلا بزرگ بکنن، و برای همین هست که
بسیار بسیار مخارج فوق العاده هزینه شده از سر سفره مردم و اونجا هزینه میکنن هر ساله. امسال هم گفتن که به هر نفر حدود 5 میلیون وام بدون بهره میدن که گفته میشه که بدون پرداخت هست و این تشویقی که مردم کردن میرن اونجا به خاطر یک مقدارم به خاطر مسائل مالی هست، یه مقدارم به خاطر اینکه بعضی ها کارهای تجارتی میکنن، یه جنسایی رو میبرن از ایران میبرن به خاطر اینکه اونجا دلار میگیرن، چون اونجا که ریال نمیگیرن و اون دلار رو برمیگردونن به کشور به ایران و خب با رقم 30,000 32 30,000 33,000 دلار ازش استفاده میکنن. خب منظورم از گفتن این برنامه اینه که اگر شما بینندگان عزیز بتونید اینو به هر گونه ای که میدونین پخش بکنین و آگاهی بدین. ما یکی از کارهایی که ما در رسانه انجام میدیم، مثل من و دیگر کسانی که در رسانه ها هستن، حالا این نوشتاری باشه یا به صورت ویدیو، موضوع آگاهی دادن است. من این خود همین این ویدیو رو که دیدم تا اندازه اطلاعاتی داشتم راجع به این، ولی این به نظر من اطلاعات بیشتری رو به من داد و امیدوارم که بقیه کسانی که تحت تعلیمات جمهوری اسلامی قرار گرفتن به خصوص در این 43 سال بتونن که این ریزش های خرافاتی رو گسترش بدن. در همین رابطه اگه بخوام صحبتی رو بکنیم، یک ویدیو هست از آقای محمود شهریاری، این ویدیو هم مربوط میشه تا اندازه به این ولی در یک لحاظ دیگه. این ویدیو دو دقیقه ای رو با هم میدیم، بسیار بسیار مهم این ویدیو. خواهش میکنم که مثل ویدیو قبلی اگر ممکنه مانتون بفرستین. بفرمایید. خواهش میکنم آقای مهندس. سلام عرض میکنم دوستان عزیز و ارجمند، محمود شهریاری هستم و یک خبر فوق العاده مهم به عنوان یک خبرنگار براتون دارم و خواهش میکنم به این مسئله کاملا توجه بکنید. این ویدیو رو برای دوستانتون در تمام گروه ها به اشتراک بگذارید، بذارید که مردم آزادی خواه مطلع بشن. روز یک شنبه سوم مهر مصادف است با رحلت پیامبر بزرگ رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. طبق اطلاعاتی که به من رسیده، عوامل حکومت در این روز میخواهند به قرآن توهین کنند و چادر از سر بانوان و دوشیزگان چادری ما بکشند و اینها رو به حساب شما بگذارند و بر اساس این جو ایجاد بکنند. خواهش میکنم این توطئه رو در نطفه خفه بکنیم. ما برای آزادی داریم میجنگیم و کسانی که چادر رو به عنوان حجاب خودشون انتخاب کردن به انتخابشون باید احترام بگذاریم.